حالا اجازه بدید اصلا بهانه بودن ما امروز اینجا در خدمت شما نوروزه، نوروز 1402 که توش هستیم و من میخواستم با توجه به تجربیات مفصلی که شما دارید، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه دهه های مختلفی که حالا تو این 30-40 سال اخیر گذاره شده، یه نوروز خاص، یعنی وقتی کلمه نوروز میاد شما چه نوروزی تو زندگیتون به یادتون میاد که شاید اولین نوروزی که به ذهنتون میرسه؟ هست همچین نوروزی هستن؟ حالا هرچی فکر میکنم نوروزی که ما تو بچگی داشتیم نمیدونم چرا یه چیزی دیگری بود. اصلا از مثلا 15 و 20 اسفند بوی نوروز به مشام آدم میرسید. گاهی مثلا مادرم میگفت، شنیدیم، گفتم آره مادر، بوی بهار اومد، بو داشت، نوروز بو داشت، اصلا همه چی بو داشت. مار همه زون بوی خاص خودش رو داشت. مثلا من یادم میاد تو بچه زیر بازار چه دم از اون غروب، اصلا یک فضای دیگری بود. نوروز هم همینطور بود. چه بویی میداد؟ چه عطری داشت؟ اصلا یه عطر خاصی بود که من دیگه وقتی بزرگ شدیم هیچ وقت اون عطر رو نشنیدم. نمیدونم چرا، با اینکه خب ما توی روستام نبودیم، زندگی شهری بود دیگه، ولی این اصلا یه فضایی بودیم. ما بچگی سال تا سال خیلی طول میکشید تا دوباره بهار بیاد، تا دوباره عید بشه، تا دوباره اون عید دیدنی ها و عیدی گرفتن ها و سبز سبز کردن ها و ماهی تون. یه فضای دیگری بود. من نمیدونم چرا اصلا همه چی باسمه‌ای شده. همه چی باسمه‌ای شده. دقیقا. حالا اشاره کردید به عید دیدنی. حالا فکر کنیم که الان ما توی عید دیدنی هستیم انگار دیگه. نقل اصولا کاری که تو عید دیدنی ها به غیر از حالا خوردن و نوشیدن و چه میدونم چیزایی که توی میزها و توی برسلا سفره هست، نقل کردن و خاطره است. من اتفاقا میخوام از این فرصت سوء استفاده بکنم. من دوران فعالیت شما رو مرور میکردم، یه اسم چشممو گرفت و اون اسم کسیه که امروز ایران عملا به شدت تحت تاثیرشه و شاید تو تاریخ ایران میلیون ها ایرانی رو تحت تاثیر قرار داد، اونم اسم علی خامنه ای. شما میدونم که در دورانی از زندگیتون با این آدم یه ارتباطی داشتین، یک معاشرتی داشتین. میخوام اگه بشه برامون یه ذره در اون باره بگید، اگه از اندرونی این آدم، نه حالا اندرونی شخصش، من دونم پشت پرده این آدم، حالت غیر رسمی این آدم برامون اگه چیزی دارید بگید. خامنه ای اصلا قبل از انقلاب 180 درجه با این خامنه‌ای که الان هست فرق میکرد. یعنی زنده یاد حسامی محفلاتی، من یادم تعریف میکرد، میگو خامنه‌ای هر وقت از مشهد میامد تهران یا خونه دوشو شریعتی میرفت یا فخرالدین حجازی. و فخرالدین حجازی هم جز آوانگارد ها بود دیگه، بین مسلمان ها و اینها روشن فکرتر از بقیه بود. و من میدونم که تار میزد، خیلی ها شنیدم. یا اون موقعی که خب برای شما خودتون ندیده بودید تار زدنشو؟ یا تار زدن خودشو ندیدم، ولی این رو دیدم که ما موقعی که وزارت خارجه بودیم، اون موقع خامنه ای رئیس جمهور بود دیگه، گاهی اوقات جلساتمون تا دیر وقت طول میکشید، میرفتیم ریاست جمهوری. بعد یکی دو بار من این رو دیدم، ساعت 11-11:30 شب که دیگه ما اومدیم پایین و داشتیم میرفتیم، میدیدم دسته نوازنده ها داره تازه میره بالا، تار به دست و دنبک به دست و نی به دست و اینها تازه میرفتن که تو محفل خصوصی برای آقا بزنن. عجب. این آدم الان کارش به جایی رسیده که کلاس های موسیقی رو تعطیل میکنه، میگه موسیقی حرام است، میگه دانشجوی دختر و پسر با هم دیگه نباید برن اردو. و همین خانه ای که دارید الان میبینید دیگه. و من نمیدونم، قدرت آدم رو خراب میکنه، مریض میشه آدم، اینجوری میشه بیماریه. من نمیدونم چرا یه همچون آدمه، حالا روشن فکرم نگیم
باز فکر میکرد تبدیل میشه به همچه آدم دوگمی که همه جامعه را هم دوگم میخواد. حالا خودش دوگمشه خودشه. جامعه ما واقعا اسیر یه آدم بیمار مریض شده. حالا سوال بعدی من شاید بازم در ادامه علی خامنه ای باشه، یعنی نه در مستقیمن، ولی میخوام در مورد پشیمونی صحبت کنم و شاید اون چیزی که الان علی خامنه ای داره به عنوان جمهوری اسلامی رهبری میکنه حاصل یک پشیمونی نسلیه. نمیدونم، حالا میخوام از شما شخصا بپرسم که به هر حال همه ما تو زندگی شخصی، تو زندگی حرفه‌ای، تو هر عرصه‌ای که بهش نگاه کنید یه سری پشیمونی داریم تو زندگی. شما اگه بخواید به یه پشیمونی مهم زندگیتون که حالا میتونه هر چیزی باشه، کار، یه کار باشه، یه شعر باشه، یه حرف باشه، یه عملکرد باشه، چی دارید برامون بگید؟ من فکر میکنم بزرگترین پشیمونی که من و همه همنسلای من دارن اعتمادی است که به خمینی و آخوندا کردیم. خود انقلاب رو نمیگم، ما انقلاب یه چیز اجتناب ناپذیر بود. بعضیا متهم میکنن کسانی رو که انقلاب کردن. مثلا انقلاب کردنی نیست، انقلاب شدنیه، انقلاب میشه، محتومه. خب شرایط جامعه یه جوری است که حکران ها منجرش میکنن به انقلاب. مثلا الان اگر عاقل باشن نمیرسه به اون نقطه ای که بخواد انقلاب بشه. حالا یه انقلابی شد و ما اعتماد کردیم به آخوندا و به خمینی و گوش نکردیم به حرف اون معدود اندکی که میگفتن اینها موجودات خطرناکی هست. نمیدونستیم چرا باید خطرناک باشن، خطری ندیده بودیم. ما خب فکر میکردیم که با خدا ترین آدم ها، راستگو ترین آدم ها، صادق ترین آدم ها، بی تمایل ترین آدم ها به دنیا، به زخارف دنیا، به مادیات، به مقام، به پست های آخونده. ولی اومد اون چه که به سرمون نباید می اومد. و خب ببینید، من خیلی هم درسته یکی دو نسل سوختن این وسط، ولی خیلی چیزها روشن شد. اگر یه اتفاق نمی افتاد هنوز اینا برای ما چیز بودن، مقدس بودن، هنوز برای ما نقطه امید بودن. ولی لااقل تا 100 سال، 200 سال آینده، نسل‌های آینده فهمیدن که چی به چی. همون جمله معروف خدا بیامرز کسروی دیگه، که بدهکار بودیم، بدهیمون رو دادیم، برجت پر هزینه بود ولی دادیم، باید میدادیم. روند دروندی که جامعه ایران داره طی میکنه، این تجربه رو باید از سر میگذرون تا حکومت، مزه حکومت دینی هم بچشه که از دست شاید رها بشه. حالا شما تخلص شعریتون حالوه. بله. اصلا چرا حالو؟ چرا حالو نه؟ توی از این دادگاه ها و توی که این مصاحبه ها گفتم تموم شد کارم و قاضی پرونده رو بست و گفت خوش اومدی. پشتم اومدم دم در برم، گفت آقا وایسا یه سوال دیگه دارم، تو برای چی اسم خودتو گذاشتی حالو؟ گفتم خب من اگه حالو نبودم که اینجا در خدمت شما نبودم. اون نه، این که دلیل نمیشه، خیلی هم اینجا در خدمت ما بودن. خب حالو هم دیگه شاخ و دم نداره. ببینید، خب من حالو رو تو خیلی از مصاحبه ها گفتم که چرا حالو، بگم دوباره تکراری میشه. اجازه بدید پس من یه جور دیگه اصلا بپرسم، یه جور جدیدتری بپرسم ازتون. اگه محمد رضا عالی پیام بخواد یه حرفی، یه درد دلی، یه اصلا بذار بگم پند و اندرزی به حالو بده، چی میگه بهش؟ ببین، محمد رضا عالی پیام خود همون حالوه، اصلا جدا نیست از حالو. حالو و حالوگری تو ذات محمد رضا عالی پیام و بچگی بوده. من تا اونجایی که یادم میاد از زمان بچگی حرفایی میزدم که برام درد سرساز میشد، حرفایی میزدم که یه بچه نباید بود میزد به بزرگتراش، تو جمع، تو مهمونی، به بابا ننش، به فامیل، به پیرمردا. و همیشه این برام دردسر میشد. خب یکی از شاخصهای حالو اینه که یه چیزایی میگه که بقیه نمیگن، ملاحظه میکنن، ولی من هیچ ملاحظه‌ای ندارم.
محمد رضا علی پیام هم حالو هم محمد رضا علی پیام جدا از هم تفکیک ناپذیرن. چون بعدش میخواستم بپرسم این هم همون دقیقا فرقی نمی کن. من میخواستم تلاش کنم جداشی کنم از هم، ولی اصلا جدا ناپذیرن، در هم تنیدن. بسیار عالی. حالا اجازه بدین یه کمی اینجای عید دیدنیمون که رسیدی بذاره رویا پردازی کنیم، فکر کنیم که شرایطی مهیا شده که محمد رضا علی پیام یا حالو یا هر دو برگشتن به ایران، یعنی به ایرانی که شما میتونید توش باشید، نه اینکه دیگه حداقل برید ولی دیگه نتونید برگردید، یا اصلا از اونجا مستقیم منتقل بشید به مثلا چه میدونم یه جای بدی مثل زندان. اولین جایی که میرید در اون ایران رویایی کجاست؟ اولین کاری که میکنید یا اولینتون چیه اصلا؟ من شغل احساساتی کردم. من اولین کاری که میکنم به دیدن مادرم میرم. دو سالی که من از ایران اومدم بیرون خیلی دلم برای مادرم تنگ شده. من خواهرم فوت کرد، نبودم تو مراسمش، پدرم سالگردش نبودم. امیدوارم مادرم اینقدر عمر کنه. امیدوارم که که باز ببینم. امیدواریم، همه امیدواریم. به هر حال جز امید چاره ای نیست. بله. حالا اجازه بدیم من یکم فضا رو عوض کنم. حالا یه ذره بریم. شما به هر حال یه شاعر تراز اول هستید. اولا که بپرسم ازتون برای که فضا عوض شه، اینکه اصلا شما خودتون اول شاعر میدونید یا اول طنز پرداز میدونید یا چی؟ حالا من طنز اصلا توی خونمه. از کودکی مطلقایی که میگفتم به دخترها یا کلا؟ نه تو هر جهت در برخوردم با بقیه چیزایی که میدیدم و نمیدونستم به زبون نیارم مجبور میشدم بگم. زبون درازم، اینجوری بهتون بگم، زبون درازم سر سبز. آره مشکل ساز بود برام. به هر جهت طنز توی خون منه. من شعر چی؟ وقتی که شعر میگم قاعدتا این طنز هم تو شعرامه هم تو فیلمامه. دو تا فیلمی که من ساختم، هر دو تا فیلمی که خودم کارگردانی کردم. درست. فیلم که خب زیاد در مقام تهیه کنندگی ساختم. بله، حالا میرسیم. آره، هر دو تاش طنز دیگه، و به خاطر همین طنز تلخی هم که توش بود هر دو تا توقیف شد. تو اثرام، تو شعرم، تو فیلمم، تو نوشته‌هام، شما خاطرات زندان منو بخونید، اصلا قلم طنزه. درسته که داره مسائل تلخی رو بیان میکنه، ولی اون طنزهایی رو که وجود داره نمیتونم نبینم و نمیتونم به زبون نیارم. میفهمم. حالا من از این بحث به شعر رسیدیم یه ذره سوء استفاده کنم، یه ذره شیطنت دار میخوام یه سوال ازتون بپرسم. حالا هیچ وقت شما شعر سفارشی سرودید؟ حالا ببین، اصولا یه سری از حتی ترانه‌سرا و شاعرای خیلی برتر، مثلا یه شرکت نمیدونم ساخت کنسرو لوبیا، مثلا میاد بگه خانم یا آقای فلانی، من دیدم اینو بین دوستان و رفقا در ایران، خب شما خیلی طبع شعر خوبی دارید، ما میخوایم برای لوبیاهامون، کنسرو لوبیاهامون یه تبلیغ خوب به تلویزیونی بسازیم، با لوبیا و کنسرو و این چیزا یه شعر خوب برای ما بگید که ما بذاریم مثلا مردم لوبیامون رو بیشتر. شما شعر لوبیایی یا حالا شعر تبلیغاتی که تا حالا نگفتم، یعنی شعری که پول بگیرید براش، برای تبلیغ که براش پول بگیرن. ولی شعر سفارشی خب زیاد داشتیم، برای تولد نمیدونم دخترشه، برای مدرسه رفتن پسرشه، برای روسنگ قبر پدرشه، برای اعلامیه ختم مادرشه. شعرهای اینجوری خب زیاد گفتم، حتی تو زندان مثلا برای بچه‌هایی که میخواستن شعر زیاد میگفتم. من یه دو تا خاطره براتون تعریف کنم. شعر گفتنم تو زندان، یه پسری با ما بود، بچه آذربایجان بود، بچه اردبیل اون طرفا. بعد این تو 350 که ما بودیم سیاسی بود، بعد از مدت ها پدر مادرش از اردبیل، روستاهای اردبیل داشتن میومدن دیدنش، به من گفت که یه چند بیت شعر بگو من بدم. ما یه چند بیت شعر گفتیم،
و به مناسبت توش از سبلان و سهند و کوه و رود و چشمه و اینا استفاده کردیم دیگه. از برجل من خیلی بودم تو اون مناطق رو خوب میشناسم، 6 ماه من اردبیل بودم. درست. این موقعی که این شعر رو تو جیبش میره که بازرسی میکنن که بره واسه چیز، میگیرنش، اینو در میارن، میگه این چیه؟ میگه این شعره. میگه برای چی میبری؟ کی گفته اینو؟ گفته عالی پیام گفته. آقا این برای این شعر دردسر. بعد اون روز که اصلا نذاشتن اینو ملاقات کنه، این بابا رو بردن انفرادی تا 2 روز نیومد که اینا چیه؟ این سهند یعنی چی؟ این قله، این ابر میبارد منظورش چیه؟ چی تو میخواستی برسونی؟ بعد پسر من همون روز اومده بود ملاقات من، از پسرم پرسیدن این شعر رو بابات گفته، این منظورش از اینا چیه؟ دون من که شاعر نیستم، برین از خودش بپرسیم. و حجت این برای این درد سر شد، باعث شد اون روز که ملاقات نکرد هیچی، 2 روزم انفرادی بود بنده خدا. یه خاطره دیگه دارم، رجای شهر که من بودم. چه سالی مثلا؟ رجای شهر 94 بود. درست. اون قبلیه که تعریف کردم 91 بود. درست. اوین 350 بود. دومی 94 رجای شهر بود. و من تو بنده خلافکارا بودم دیگه، اعدامی بودن، قصاصی ها و اعدامی ها بودن همه اونا. یه روز یکی از اینا اومد زیر گوش من گفت که من یه شعر میخوام بگی واسه دوست دخترم، 18 رو دیگه آزاد میشم برم بهش بدم. گفتم که باش، اسمت چیه؟ گفت جواد. گفتم اسم دوست دخترت چیه؟ گفت بتا چه؟ گفتم خب اسم شما هم باید بیارم تو شعر دیگه. گفت نیار. گفتم اون نیارم، اون از کجا میفهمی که تو این شعر رو برای اون گفتی؟ فکر میکنه رفتی تو یک کتابی پیدا کردی، اسم جفتتون باشه قشنگ میشه. گفت باز فکر کنم. گفتم خب فکر کن. چند روز دیگه نشسته بودم روی پله ورودی که از این زد روشونم در گوشم، گفت اختر رفت. اون خب اسم دختره اختر. بعد داشتم قدم میزدم اومد و تو سینم و گفت پیش خودمون میمونه دیگه. گفتم خب آره شروع میمونه. گفت فقط وای به حالت بفهمم به کسی گفتی. گفتم نه آقا، شاعر مثل دکتر محرمه، برو خیالت راحت. این چند روز هی میومد میرفت. گفتی؟ گفتم نه میگم، وقت نکردم اینا. به کسی که نگفتی؟ نه آقا. تا یه روز اومد گفت آقا من فردا دارم آزاد میشم، شعرت بده. گفتم یه ساعت دیگه بیا اتاقم بگیر. نشستم اون شعر رو براش گفتم و هم اسم خودش رو بردم و هم اختر رو توش رو بردم که من برات میمیرم و ال بودم و بل بودم و تو زندان پرپر میزدم برات و از این حرفا. شعر رو پاکنویس کردم براش رو دادم دستش، خوند و بعد چک نویسش رو پاره کردم انداختم صد آشغالا. گفت اونا رو هم به من بده. گفتم بلنش رو بردار. بلنش رو چک نویس ها رو در آورد، چک کرد، گذاشت جیبش. یه نگاه چپ چپی به من کرد، برای آخرین بار تهدیدآمیز گفت وای به حالت، این شعر بیفته دست کسی دیگه. گفتم برو خیالت راحت جواب. واقعا فکر میکنم اختر تو دنیا یه دونه است، مال اینه. خاطرات یه زیادی دارم، اینا رو بخوام بنویسم خودش کتاب میشه ان شاء الله که فرصت کنید و بنویسید. قبلش الان شما یه تیکه اصلا برام بازی کردین، همین دوست پسر اختر رو یه لحظه صداتون رفت اونجا، من یاد تجربیات سینمایی خیلی گسترده شما افتادم که حالا میدونم بحثش خیلی مفصله، حالا امیدوارم فرصت بشه یه بار اصلا رو سینمای محمد رضا علی پایان صحبت کنیم، ولی اجازه بدید حالا در حد همین دیدار نوروزی یکم بهش بپردازیم. خب شما یکی از شاید یکی از درخشان ترین کارهای یعنی سریال های ساخته شده که در دهه 60 از تلویزیون به صدا و سیما پخش شده، سریال سربداران، یک
پروژه بسیار عظیمی که اصلا اسمایی که توش می‌بینید آدم سرسام می‌گیره، چه اسمای بزرگی که اون موقع هر مثلا اون یکی دستیار بوده، بعدن کارگردان بزرگ شده، نویسنده‌اش، همه خلاصه خود شما هم نقشم دارید، یعنی بازی کردید. من نقش داشتم، هم کار دکور داشتم. ببینید سربدارای دانشگاه بود، واقعا یه دانشگاه بود که خیلی آدم‌های بزرگی رو به سینمای ما تحویل داد. مثلا اصغر هاشمی و علی ژکان جفتشون دستیار کارگردان بودن، هر دو کارگردان‌های برجسته‌ای شدن تو زمینه دکور، طراحی صحنه، اسپشیال افکت، گریم، فیلمنامه. اصلا یه کار متفاوتی که آن رهگذار روانش شاد باشه. به دانشگاه بزرگی بود و من خاطرات خیلی خوبی دارم. یه خاطره شیرین که نوروزی پسند باشه برام بگید، چون که به هر حال اون لوکیشن و اون دکور و اون نمیدونم گیریم ها و اون لباس ها و اونها فکر میکنم خیلی دو تا خاطره براتون تعریف میکنم. یکی یه بار سر صحنه این مشعلی که دست من بود، خب این مشعل و یه چوب بود و یه کاسه روحی با میخ کوبیده بودن و توش پارافین میریختن و آتیش میزنن دست ما. من همینجوری که این پله ها رو میمدم بالا و داد میزدم، این ریخ رو دست، از اینجا تا اینجا سوخت. ما رو انداختن تو ماشین و سری نصف شب، دو سه شب بود، اورژانس، تو اردستان بودیم فکر کنم، اردستان بود. درست. این دکتر اورژانس رو بیدار کردن که بودو بودو یه مریض هست. یه نگاهی به لباسای ما کرد. دکتره. دکتره به سر ریخت ما کرد. دید که ما از تاریخ اومدیم. با لباس... آره لباس سر صحنه بود دیگه، لباس سربداری بود، ولی همراهامون آدمیزادن. بعد همینجوری که داشت کارشو میکرد هی سوالا رو از اونا میپرسید. فکر میکنم مثلا من فارسی بلد نیستم. چی شده؟ چی شده؟ چی ریخته رو دستش؟ فلان. بعد که ما شروع کردم به حرف زدن، گفت اه فارسی بلدی؟ اونم بعد چی فکر کردی من کجا اومدم؟ از خودم بپرس بهت میگم. یه خاطره قشنگی بود. یه دفعه هم از سر صحنه میمدیم تو مینیبوس. خب اون لوکیشن تا خود شهر یه مسافتی تو جاده بود. و همه ریختیم توی مینیبوس. این مونوسی میگه آقا جریمه میکنن. ایستاده آقا برو با ما برو. همینجوری که مینیبوس تو جاده میمد، موتور سوار پلیس از دور همینجوری که دید تو اتوبوس پر آدمه، اومد و اینجوری دست نگه داشت و مینیبوس زد کنار خودش، هم اومد جلو وایساد و همینجوری موتور قبض جریمه رو در آورد که شروع کنه بنوشتن. راننده مینیبوسه داد بیداد، آقا من گفتم جریمه میکنن فلان، سوار نشین زیادی اینا. فتلی اویسی اونم روانش شد و حال محلش میکنم با همون لباس های سردار مغولی که داشت، اومد پایین و اومد قدم زد وایساد پلوی موتوری. اینجوری این همینجوری که داشت مینوشت، اول کفشا اینو دید، پوتیناشو، پلیسه. بعد اومد بالا، اومد بالا تا قیافش به قیافه مغولی افتاد، جا خورد. بعد برگشت تو مینیبوس رو نگاه کرد، دید یه ده مغول همجوری با نیزه دارن اینو نگاه میکنن. گفت آقا چه خبره؟ گفتیم از سر فیلم برداری داریم میایم اینا. اونم دیگه فیلم و اینا یه جذابیتی داره که معمولا بله خیلی ابراز خوشبختی کرد که مثلا ماها رو دیده و اینا، گفت برید. بله هر پروژه‌ای، هر فیلمی کلی خاطر است. بسیار حتما، دقیقاً. بسیار خب، من میدونم که شما خب اصلا شما قبل از شاعر بودن سینماگر بودید، حالا همچه در عرصه تهیه کنندگی، چه کارگردانی، چه بازیگری، چه طراحی صحنه، همه اینها. و منتها سال هاست بین محمدرضا علی پیام و سینما به دلیل جبر جغرافیایی بگم، جبر تاریخی بگم، یه فاصله افتاده. سال هاست میتونم بگم چند دهه. بله جبر آخوندیه. نه جغرافیایی نه تاریخیه. من الان دقیقاً 20 سال شد دیگه از سال 81 که آخری فیلممو ساختم تا الان ممنوکارم. 20 ساله که از سینما فاصله دارم. تصمیم دارم اینجا اگر موندنم طولانی شد یه کار جدیدی رو کلید بزنم. دارم فیلمنامه‌شو می‌نویسم. به به. یه کار موزیکال به زبان شعر، شعر و نثر. یه کار جدیدی دیگه حالا. یعنی از محمد
رضا عالی پیام شاعر هم برای سینما سینماتون استفاده کردید، کاری که قبلا نکردید هیچ وقت. کاری که قبلا نکردم یعنی فیلمنامه‌های من هیچ کدوم به شعر نبود، نظم نبود، این منظومه. بسیار امیدوارم که سال دیگه که این موقع نشستیم کارتون به نتیجه رسیده باشه و همه لذت ببرن از دیدنش. فکر کنم دیدار نوروزی خوبی بود. من سوال دیگه ای ندارم، شما اگه فرمایشی آرزویی. آقا شما همش گفتی که تصور کنیم که الان دیدنی نوروزی و فلان، من همش دارم تصور میکنم که این میز الان پر آجیله و میوه‌ست و نمیدونم شربت و شیرینی و اینها. بهجت قدرت تخیل ما به این یه لیوان آب محدود شد دیگه. ما همین تصور کنیم که همه پر از آجیل و پر از شیرینی و اینجاست دیگه، تصورمون بیشتر فعال شه. به هر حال برای هموطنانم سال خوبی رو آرزو میکنم. سال خوب یعنی سال پیروزی، سال رها شدن از نظام نکبت آخوندی، سال رها شدن از این بیچارگی ملت که اسیر شدن، واقعا اسیر خرافات و توهم و دوگماتیسم آخوندی. من آرزوی رها شدن سرزمینم رو دارم، یک ایران آزاد، یک ایران شاد و یک ایران آباد. نمیدونم که عمر ما کفاف خواهد داد یا نه، ولی خیلی دور نخواهد بود. دیکتاتورها تا یک هفته قبل از سقوطشون نمیدونن که سقوط خواهند کرد. من امیدوارم که امسال سال 42 402 آخرین سالی باشه که ما اون خرچنگ رو روی پرچممون میبینیم. بسیار عالی. منم امیدوارم که سال جدید برای شما پر از موفقیت و سلامتی و حتی پول و چیز بعدی که نیست، که همه چیزهای خوب باشه. و اگه ما شانسی داشتیم و بار دیگه سال دیگه این موقع سالهای دیگه با هم بودیم، بتونیم به این خاطره، به این بغضی که شما کردید در مورد اولین کاری که به ایران، یعنی اصلا دیگه اینا به خاطره تبدیل شده باشه، هرچند شاید تلخ و در روزهای بهتری از زندگی خودمون به سر ببریم. مرسی که وقتتون. من تشکر می‌کنم. ممنونم. من امیدوارم که برنامه سال آینده رو در ایران پر کنیم. حتما این آرزوی همه ایرانیایی که بیرون از ایران زندگی می‌کنن و آرزوی همه ایرانیای داخل کشور که همه جامعه ایرانی دور هم باشن. چرا که نه. درود بر شما. تشکر می‌کنم از شما. درود بر شما. ممنونم.